دوستان و یاران مهربانم و شنوندگان گرامی، آرزومندم که تمام هفته رو با شادکامی، سرزندگی، دوست داشتن، مهر ورزیدن گذرونده باشید و در کمال خوشی و سلامتی به من گوش بدهید و همراه این قصه عجیب و غریب باشید. هفته قبل براتون 39مین یا 38مین برنامه عصر طلایی رو، دوران طلایی رو توضیح دادم و اینکه بالاخره آقای دکتر مصدق رو وادار کردند که پشتبون به پشتبون از منزلش فرار بکنه، عاقبت هم وسیله مأمورین به ستاد ارتش که سرلشکر زاهدی اونجا نشسته بود هدایت بشه. در باشگاه افسران و همونطور که براتون گفتم سرلشکر زاهدی باهاش، با آقای دکتر مصدق بسیار با مهربانی برخورد کرد و به ایشون اطمینان داد که از هر جهت وسایل آسایششون رو فراهم خواهد کرد. و همینجا باید بگویم که در قضایای محاکمه ایشون آقای سرلشکر زاهدی و یارانش به کلی با محاکمه آقای دکتر مصدق مخالف بودند و اصرار داشتند که ایشون رو بدون هر گونه محاکمه ای به احمد آباد تبعید کنند و قضایا رو به اصطلاح بشورند و نگذارند که چنین سابقه بدی در تاریخ ایران باقی بماند. که در این زمینه مسائل مفصلی دارم که براتون توضیح خواهم داد که چرا اعلی حضرت ناگزیر شد با محاکمه ایشون و اعدام دکتر فاطمی موافقت بکنه، که این هر دو به عقیده بسیاری از سیاستمداران و همچنین بزرگ مردان ایران عقیده دارند که این مطلب رکه سیاهی بر دامان تاریخ قضایی ایران گذاشت. در هر حال در این هفته باز دوستانی به من مراجعه کردند و با هم صحبت کردیم و گفتگو از این بود که چقدر در ایران رشوه ها داده شده و چه پول های خزینه شده تا اینکه کودتا صورت بگیرد، که عامل کودتا هم شخصیتی است به نام آقای کیم روزولت و معاونش وبود هاس. حالا من اسناد متعددی دارم که در جلسات مختلفی ناگزیرم براتون در باب اینکه میگویند ارقامی را پرداخت کرده اند، چه به خود زاهدی چه به سایرین، برای اینکه روشن کنم براتون که این مطالب صحیح نیست و صورت واقعیش طور دیگری هست، ناگزیرم که چند جلسه صحبت کنم و تا اینکه اون دوستانم که اصرار داشتند که باید حقایق رو اون چنان که هست بیان بکنیم،
راضی بشن که من جز حقیقت گویی کار دیگه ندارم. اما میخوام که قبل از هر مطلبی یک پیر دیری رو، مرد بزرگی رو که سالیان درازی است که بهش ارادت دارم و از خود من بزرگتره و روزگاری هم در مقامات مختلف مملکت بوده و امروز سال هاست که نامی ازش نیست و گوش نشینه است، گهگاه با من تلفنی گاهی صحبت میکنیم و درد دل میکنیم و با کمال تعجب این هفته به من زنگ زد که وقتی من صدای این شخص رو شنیدم اصلا دنیا و مافیا رو فراموش کردم. چقدر خوشحال شدم که صدای این بزرگ مرد شد در هر حال و به من قدغن کرده است که نامی از ایشون نبرم در هیچ زمینه ای. گفت که نور، حالا که تو مطالب رو داری عنوان میکنی سعی کن که حقایق رو تا اونجا که میتونی برای ملت ایران روشن کنی و نگذاری که این تاریکی هایی رو که تودهی ها و همچنین مذهبیون باقی گذاشتند و ذهن مردم رو خراب کردند اینا رو پاک بکنید، سعی کنید پاک بشه. در هر حال به این جهت من کوشش میکنم که مطالبم رو براتون از زمینه کودتا که عامل آن رو امریکایی ها و انگلیس ها میگویند آقای کیم روزولت بوده است و معاون ایشون وود هاوس بوده براتون مستندن تعریف کنم. آقای کیم روزولت که معروف به اداره کننده کودتا شده و صریحاً در کتابش که به صورت رمان، البته یادتون باشه در دوران جمهوری اسلامی، خوب یادتون باشه این کتاب در دوران جمهوری اسلامی چاپ شده، صریحاً نوشته که روز 27 و صبح روز 28 مرداد تلگرافی از آقای بیدل اسمیت معاون وزارت خارجه امریکا دریافت کردم که بدین مضمون آقای کیم روزولت دیگر بس است، میدان را تخلیه کن. و بعد توضیح می‌دهد که چون مقامات امریکایی و انگلیسی از شکست اقدامات روز 25 مرداد و دستگیری سرتیب نصیری مطلع شده بودند، همه چیز رو تمام شده می دانستن و ناامیدانه از من خواستن که من سایر مأمورین رو هم که در صحنه بودند خبر کنم و به کلی خودمون رو کنار بکشیم و به منظور فرار از عواقب اقدامات به اصطلاح انجام نشدمون هر چه زودتر از ایران خارج بشیم. و بعد همین جناب کیم روزولت می نویسد اما من که در تهران گوش به زنگ اخبار بودم و رادیو رو گوش می دادم و به مردم توجه داشتم و اینها و حرکتهای مردم رو دقت می کردم، مطلع شده بودم که در تهران چه می گذرد. به این جهت تا عصر آن روز دست به دست کردم و صبر نمودم تا بالاخره از رادیوی تهران
خبر سقوط دکتر مصدق رو اعلام نمودن. پس از آن که مطمئن شدم به تلگراف دریافتیم به جناب معاون وزارت خارجه امریکا جواب دادم و موفقیت رو اعلام کردم. البته موفقیت رو با نام خودم اعلام کردم. حالا آقای فؤاد روحانی از رجال برجسته ایران در کتاب زندگی سیاسی دکتر مصدق در صفحه 409 می نویسد که آقای ووودهوس، یعنی معاون آقای کیم روزولت، در کتاب عملیات جسورانه در صفحات 115 تا 120 چنین توضیح می دهد که من در طی هفته‌ای که مصدق معزول شد، خوب توجه کنید، خوب گوش کنید، این آقای ووودهوس معاون آقای کیم روزولت مسئول امور کودتا در تهران است، می نویسد که من در طی هفته‌ای که مصدق معزول شد، اتفاقا در کوههای شمال تهران به مرخصی رفته بودم. سفارت در آنجا چادری در کنار یک نهر زده بود که مایه قزل‌آلا فراوان داشت. من و همکارم از CIA یک هفته برای ماهیگیری مرخصی گرفته بودیم و به کوه ها رفته بودیم. وقتی برگشتیم دیدم که در غیاب ما دو واقعه چشمگیر وضع خاورمیانه رو تغییر داده، بدون اینکه ما اصلا در اون عملیات بوده باشیم یا اصلا خبر شده باشیم. نه تنها مصدق معزول شده، بلکه در همان وقت یک شورش نظامی هم در قاهره صورت گرفته. توجه داری؟ خوب به این مطالب گوش کنید. بعد از 40 سال، بعد از 40 و چند سال، بعد از 50 سال، این مسائل رو من دارم براتون به صورت صحیح و واقعیش بیان میکنم. خب میگوید که در واقع هر دوی آن شورش ها، هر دوی آن شورشی ها، یعنی آقای کیم روزولت و ووودهوس، خودشون در کتاب هاشون اقرار میکنند که در آن روزهای بحرانی و پرهیاهوی ایران که آن را آنها تعبیر به کودتای امریکایی و انگلیسی میکنند، سران به اصطلاح کودتا دور از صحنه مبارزات در کوههای ایران به ماهیگیری مشغول بودند و اصلا نمیدونستند که در تهران چه میگذشته و هر دو از طریق رادیو از اخبار مطلع شده بودند. اینهایی که معتقدند که توانستند در ایران چه ها بکنند، خودشون مینویسند. آقای فؤاد روحانی، این مرد بزرگ، در صفحات 231 تا 450 کتاب، ببخشید، در صفحات 431 تا 450 کتاب زندگی سیاسی مصدق دقیقاً عین مطالب کتاب کودتا در کودتای آقای کیم روزولت رو نقل میکند، یعنی کلمه به کلمه مطالبی رو که آقای
کیم روزولت البته به انگلیسی نوشتن، ایشون به فارسی نقل میکنه. و در ذیل صفحه 431 می نویسد از اینجا تا آخر این بخش هر چه گفته می شود همه از کتاب روزولت از صفحات اول تا 19 نقل می کرده. به این جهت گفتم که خودتون خوب توجه کنید. کرومید روزولت در نخستین جمله کتاب خود می نویسد که 25 ژوئن 1953، یعنی دوم تیر ماه 1332، انتظار داشتیم که تصمیم درباره عملیات در ایران گرفته بشود. یک گزارش 22 صفحه‌ای تهیه کرده بودم که برخلاف گزارش انگلیس‌ها، این آقا امریکاییه، میگوید که گزارش که من تهیه کرده بودم برخلاف گزارش انگلیس‌ها اصلا وارد جزئیات نمیشد، بلکه فقط به بیان هدف اکتفا میکرد. منظور از طرحی است که نام رمزی آژاکس خوب تو ذهنتون بسپرید. نام رمزی آژاکس بران گذاشته شد برای دست زدن به یک اقدام مشترک. کسانی که در این همپیمایی شرکت داشتن، خب میخواد بگه اونهایی که از این مطلب اطلاع داشتند و همکاری با هم میکردن، اول از همه شاه ایران، بعد چرچیل، ایدن، ایزنهاور، فاستر دالس، سازمان امریکایی CIA. خوب هدف هم برکناری یک نخست وزیر ایرانی یعنی دکتر مصدق بود که قبلا کوشش کرده بود شاه رو اخراج و خود جای او را بگیرد، که برای رسیدن به این نتیجه یک پیمان شخصی با مقامات سیاسی شوروی بسته بود. و این پیرمرد تصور میکرد که این قضیه زائیده فکر خود او هست، در حالی که دیگران آن را طور دیگری ترقی کردند. در حقیقت پشت سر این پیمان ابتکار سرد و حساب شده روزها دیده می شد و بسیاری از طرفداران مصدق این رو می دونستند که در این ماه های اخیر حزب کمونیست ایران یعنی توده ها نفوذ خود را روی نهضت مصدقی تقویت کرده بود و درک این واقعیت و مخاطرات آن اکنون امریکا و انگلیس و عناصر مهم ایران رو به هم پیوسته بود. من اطمینان داشتم که شاه و نیروهای ارتش و اکثریت چشمگیر مردم ایران جزء عناصر مزبور هستند، یعنی برای برکناری دکتر مصدق همه اینا همکاری میکنن. پیشنهاد اصلی آژاکس از ناحیه سازمان اطلاعات انگلیس ناشی شد. بله، پیشنهاد اصلی آژاکس از ناحیه سازمان اطلاعات انگلیسی ناشی شد و آن زمانی بود که انگلیس ها دیدند نمی توانند دکتر مصدق را از ملی کردن نفت و طرد شرکت نفت انگلیس و ایران منصرف کنند. انگیزه انگلیس ها فقط برگرداندن امتیاز نفت به شرکت نفت انگلیس و ایران بود. دقت میکنی؟ انگلیس ها فقط میخواستن
شرکت نفت رو دو مرتبه برگردونن به طرف خودشون. اما ما، یعنی امریکایی‌ها، ما منظورمان دفع خطر کمونیسم از منطقه بود که مستقیما ایران را تهدید میکرد، که همینجا آقای کیم روزولت دروغ میگه. یعنی بعد از سالهای سال بررسی معلوم شد که اولا نفتی های دنیا دنبالش بودن، ثانیا امریکا علاقه کاملی داشت که در این شرکت نفت شریک عمده باشه، که همینطور هم شد. روزی دست از تحرکات خودش برداشت که 40% از نفت رو در اختیار گرفت. حالا روز موعود، یعنی اون روزی که جلسه مهم بین المللی تشکیل شده، در دفتر فاستر دالس وزیر امور خارجه با حضور آلن دالس رئیس CIA و عده ای از برجستگان جلسه لازم تشکیل گردید. در این جلسه اشخاص زیر حضور داشتند. خوب دقت کنید شما دوستان عزیز من، اینها قصه هایی است که همه جا نمیشنوید و همه کس براتون جرأت گفتن اینها رو نداره. اینها واقعیتی است که بر سر ملت ایران آمد. حالا ببینیم که چه کسانی در این جلسه حضور دارند. آلن دالس رئیس CIA، جنرال بیدل اسمیت معاون وزارت خارجه امریکا، فریمن میتوز قائم مقام بیدل اسمیت، رابرت باوری مدیر اداره برنامه‌ریزی وزارت امور خارجه، هنری بایرود معاون وزارت خارجه در امور آسیای جنوبی و افریقا، رابرت مورفی معاون سیاسی وزارت خارجه، چارلز ویلسن وزیر دفاع و همچنین آجودانش، لوی اندرسن سفیر امریکا در ایران و کرومید روزولت. در این جلسه مسائل مختلف و جنبه‌های متفاوت اقدامات مورد بررسی قرار گرفت. مهمترین مورد طرح مربوط به ارتش ایران بود که از طرف مقامات نظامی امریکا با احتیاط کامل بررسی و تایید شده بود. خوب فکر کنید، ارتش ایران، ارتش نبود که، نوکران امریکا بودن و هر طور دلشون خواست عمل کردن باش. فاستر دالس و کیم روزولت در اینجا مواردی را به شرح زیر برای حاضران توضیح میدن. اول، تهدید کمونیسم واقعیت دارد و دفع آن محتاج اقدام فوری است. چرا؟ برای اینکه دکتر مصدق از طریق دکتر فاطمی و دکتر شایگان قرارداد بسته بود با روس‌ها که خودش رو در اختیار اونا بگذاره و مملکت رو در اختیار اونا بگذاره، که همین کار به صورت صحیح از با اقدامات انگلیس‌ها انجام شد و شما میبینید 40 سال است که مملکت ایران در اختیار روس هاست. دوم، علارغم اقدامات دکتر مصدق، بر اساس بررسی ها ارتش و مردم ایران پشتیبان شاه هستند. سوم، انگلیس ها هم با اجرای طرح موافقت دارند. بله، یعنی انگلیس ها خودشون پیشنهاد دهنده هستند. اگر کلیات طرح تصویب شود، باید فوراً با شاه ایران تماس گرفت و جزئیات رو با او در میان گذاشت. پنجم، عوامل اقدام طبق توضیح کیم روزولت دو جفت برادران ساکن ایران بودند.
که بعد براتون توضیح میدم اینا کیا بودن. برادران رشیدیان که مورد تایید انگلیس ها بودن و برادران بوسکو که امریکایی ها آنها را قبول داشتن که کل عملیات و اقدامات از ناحیه آنها و با هدایت ایشان انجام می گرفت. هزینه تر که آلندلس و کیم روزولت گفتند بر اساس برآوردها مبلغی که برای اجرای چنین طرحی مورد لزوم است بسیار ناچیز می باشد، یعنی حدود 100 الی 200 هزار دلار خواهد بود. حالا توضیح. آقای کیم روزولت در یادداشتی که زیر صفحه 166 کتاب کودتا در کودتا نوشته تأکید می کند که در مدت عملیات کمتر از معادل 100,000 دلار خرج کردیم. آلندرس در آخر می پرسد که اگر طرح با شکست مواجه شود چه باید کرد؟ خوب دقت کنین. کیم روزولت طبق نوشته خودش جواب می دهد با بررسی که کرده ایم خطر شکست وجود ندارد، اما اگر وضع بدی پیش بیاید ثمرات آن بسیار نامطلوب و هولناک خواهد بود، چنان که امروز ثمرات اون رو میبینیم. یعنی ایران به دست روس‌ها خواهد افتاد و این شکست انعکاس وخیمی در بقیه کشورهای خاورمیانه خواهد داشت. خوب توجه میکنید چه پیشبینی دقیقی کرده این آقای کیم روزولت و همونطور هم شده. سپس روزولت میگوید که اما من باید علاوه کنم که اگر ما هیچ کاری نکنیم باز همان خطر وجود خواهد داشت. یعنی میگوید که اگر ما هیچ اقدامی نکنیم و دنبال این قضیه رو نگیریم و دست به این اقدامات کودتایی نزنیم باز هم این خطر سراسر خاورمیانه و ایران رو تهدید میکنه، یعنی باز هم روس‌ها موفق خواهند شد که چنانچه میبینید امروز روس‌ها در ایران و در خاورمیانه چه توفیقی به دست آوردن. آخرین کسی که در جلسه صحبت کرد هندرسون سفیر امریکا در ایران بود که گفت آقای وزیر شما می دانید که من این گونه کارها را خوش ندارم، اما ما در برابر یک وضع خطرناک قرار گرفتیم. شخصی که می خواهد به شوروی بپیوندد، یعنی دکتر مصدق، و در چنین وضعی چاره جز اقدام به این کار نداریم، ناگزیرم که بپذیرم. فاستر دلس در این موقع از جا برخاست و گفت که تصمیم همین است که گرفته ایم و بایستی فوراً اقدام کنیم. آقای فاد روحانی در کتاب می نویسد که کیم روزولت به شرح ماجرا چنین ادامه می دهد. او او در روز 28 تیر ماه 1332 به تهران وارد شد ولی با سفارت امریکا تماس نگرفت. یک سره به سراغ ویلیام هرمن مأمور CIA که همه امور منطقه زیر نظرش بود رفت. چند هفته در منزل او مقیم بود. در این روزها تبلیغات ضد شاه و ضد امریکایی ها جریان داشت و دستور توقیف سرلشکر زاهدی هم
صادر شده بود. ولی چنان که اطلاع یافتیم او در منزل یکی از دوستانش در ارتفاعات شمال تهران مخفی بود. روزولت می نویسد که من زمان را برای دیدار و آشنایی با سرلشکر زاهدی مناسب نمی دیدم و اصرار داشتم که طبق دستور مقامات امریکایی خود را کاملا مخفی نگاه دارم و ناشناس بمانم. او توضیح می داد که سازمان اطلاعات امریکا در تهران بسیار محدود بود، یعنی فقط از خود او، هرمن، منویل و دو نفر منشی تشکیل می شد و فقط با برادران بسکو ارتباط داشتیم. با برادران بسکو که بعد دراتون میگم اینا کی بودن. و بعد هم بلافاصله اضافه میکند که من در حقیقت سازمان ما بسیار وسیع بود. فکر نکنید ما چند نفر بودیم، زیرا متکی بودیم به همه ارتش و شهربانی و در واقع اکثریت توده مردم ایران که پشتیبان شاه بودند. وودهاوس در صفحه 129 کتابش می نویسد غرض از مذاکره با شاه این بود که او را متقاعد کنیم تا در فرمان که داد دو فرمان صادر کند، یکی عزل مصدق و یکی نخست وزیری سرلشکر زاهدی، و پس از آن ما نقش پشتیبانی خود را اجرا کنیم، یعنی افسران ارتش وفادار به شاه را تشویق کنیم تا تظاهرات خیابانی تشکیل بدهند تا از هر گونه عمل متقابل حزب توده جلوگیری کنیم. در کتاب پایان امپراتوری صفحه 220 همین مطلب تایید شده که کوشش آنها فقط تشویق افسران و سربازان به تظاهرات خیابانی و مقابله با حزب توده بود. دوستان عزیز من، باید که ازتون خواهش کنم همراه من بمانید تا اینکه هفته دیگری بشود و باز با هم به این قصه بله پر هول و هراس بپردازیم. روز روزگارتون خوش، تا برنامه آینده.